یا دانشجو کرمانی نره اصفهان درس خونه، این بهتره همونجا در اون شهر خودش باشه که مثلا از امکانات رفاهی، مثلا فرسون امکانات سکونتی از پدر و مادر و نمیدونم فامیلش استفاده کنه. این مشکلاتی است که وجود داره و من فکر میکنم چون امروز بحث دانشگاه است ولی مبتلا به جامعه هستش و در تمام جامعه اینطوری هستش. آقا شکر، حالا به قول شما هر جای دانشگاه و امور دانشگاه که انگوش میذاریم با این همین اوضاع وقتی که اشاره داشتید مواجه میشیم. حالا برای اینکه این تصویر بهتر در ذهن ایرانیان برجسته بشه، اگر از شما بپرسیم که از میون این اوضاع خراب یا این مشکلات اصلی ترین و مهمترین مشکل دانشجو چیه، چه پاسخی میدید؟ من فکر میکنم که مشکل مهمی که دانشجو باش طرف هستن جدا از مشکلی نیستش که جامعه ما باهاش طرفه. مشکل جامعه ما صرف نظر از که بیکاری و نمیدونم اعتیاد و مسائل دیگه که زاده این رژیم منحوس هستن، مشکل اساسی که در جامعه وجود داره به تبع اون و خواهد شدم بیشتر به علت حساسیتی که دانشگاه داره، مشکل آزادیست. در دانشگاه آزادی وجود نداره، دانشجو احساس آزادی نمی کنه. اما با اقسام ارگانهای سرکوب از دانشجویان نمیدونم فرض کنی که سهمیه 40% گرفته تا انجمنهای اسلامی وابسته به رژیم تا نمیدونم فرض کنی که انجمنهایی که ولایت فقیه رو قبول دارن و در رابطه اون کنن تا بسیج دانشجویی تا نمیدونم این قصه هازا و مثلا فرض کنید که نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه، کمیته انضباطی و و و که تعدادش بسیار زیاد است، از در رأس همه اینا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در رأسش رئیس جمهور قرار داره، اینها همه بخشی از ارگانهای سرکوب در دانشگاه هستن. خارج از اون فضایی که در دانشگاه حاکمه، مثلا فشاری که به دختران دانشجو میاد سر مقوله حجاب که حجاب اینطور باشه اونطور، حتی برای پسرها هم وجود میاد، آستین کوتاه نباید باشه، نمیدونم موتون نباید اینطور باشه، با شلوار نمیدونم لی یا شلوار اول سابق برای بودن شلوار میخی، شلوار لی تو دانشگاه نباید بیاین، نمیدونم این کار رو نباید بکنید. بعد اون وقت کوچکترین حرکاتی که در دانشگاه بشه هزینش برای دانشجو خیلی بالا رفته، یعنی سابق بر این اگه مثلا فرض کنید حتی 7-8 دوره قبل از این پاسدار هزار تیر اگر مثلا فرض کنید تحراتی در دانشگاه هزینش مثلا در 15 روز مثلا از اخراج از دانشگاه بوده، مثلا میگفتن که زندان اینا، الان دیگه هزینش اینطور نیست، هزینش زندانه و هزینش دو ترم تحصیل محروم شدن و بعدم چون محروم شدی و هیچ کاری هم نداری باید بری سربازی و از این حرفا، هزینه رو خیلی خیلی بالا بردن و این نشان دهنده، از این طرف نشان دهنده ترس فوق‌العاده زیادی است که رژیم از قشر دانشجو و قشر دانشگاهی داره که چیز می‌کنه. بنابراین مهم‌تره بعد از این طرف بگیم مثلا فرض کنید که الان میگن که طرح نمی‌دونم تفکیک جنسیتی، خب این تفکیک جنسیتی در نهایت اگر اینو بخواد فرض داریم بذاریم که در نهایت اینها بخوان این چیزو بتونن پیادش کنن، فرض داریم فرض محال، خب اینجا فشارش بیشتر روی به اصطلاح دانشجویان دختر ماست، چون امکانات وقتی طرح میشه دیگه این طرح دیگه شامل استاد و کارمند و نمیدونم همینا میشه و خب طبیعی است که در رابطه با خانم ها در رابطه با دختران این امکانات به طور نسبی کمتره، بنابراین اینا چیز میکنن. فشاره که امروز دارن میارن میگن که دخترها چرا نسبتشون در دانشگاه نسبت به پسرها بیشتر هستش، خب واقعیت این هستش که توی کنکوری که شما میذارید و اینها میان، خب میان اگه صلاحیت کنکوریه شما که دزه علاوه بر این مسائل دیگه ایرم ملحوظ میکنین در رابطه میده، ولی خب فشاری که به دختر میاد، یا مثلا فرض بکنه که در دانشگاه یه سری از رشته ها رو گذاشتن که دختران دانشجو حق ندارن توی این رشته ها کار کنن، بنابراین در یک کلیه، یا مثلا فرض بکنی که اخیرا از امسال شروع شده مثلا دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اونجا
که 30 و چند واحد گذاشتن برای درسای حوزوی. مثلا یه دپارتمان یه قسمتی رو باز کردن برای دانشجویی که می‌خواد بشه رشته مهندسی برق بخونه، این باید حتما اصول فقه و شرعیات و دینی و اینا رو هم بخونه. که خب دیگه به هر حال خودش واقعیتش این هستش که نشون دهنده ماهیت این رژیم و روش‌های مختلف سرکوب که برای دانشجویان در امید دانشگاه برای پیشبرد اهداف خودش پیاده میکنه. آیا شما گفتید که مشکل اصلی دانشجویان نداشتن آزادی و نداشتن امنیت هست؟ من نمونه‌هایی دارم برای این موضوع بهش اشاره داشتید، اما اغلب می‌بینیم که اعتراضات دانشجویان جنبه سنفی داره. چرا؟ اگر مشکل اصلی آزادی و امنیته، پس چرا اعتراضات به جنبه سنفی شد؟ ببینید، در یک جامعه فوق‌العاده تحت فشار و سرکوب و اختناق، شما از هیچ قشری نمیتونید، اگر بخواهید چیز بکنید قشری نمیتونید یه دفعه بیاد وسط خیابون داد بزنه که نمیدونم مثلا فرض شعاری که امروزه هستش و بهترین شعارم هستش این هستش که مثلا مرگ بر اصل ولایت فقیه. خب نمیشه افراد ساکن اومد تو خیابون خب مرگ بر اصل ولایت فقیه. مثلا فرض بکنیم که حالا ما از این پروسه دو ساله این قیام رو ببینیم، خب از روز اول با یه دونه شعار نمیدونه خیلی عادیه که رأی من تو شروع میشه، ولی خب به کجا ختم میشه، به کجا وسطش میاد و بعد در مثلا فرض بکنیم که تظاهرات عاشورای 88 یا 25 بهمن 89 به کجا میاد؟ میاد به اصل ولایت فقیه، میرسه مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور و آتیش زدن عکس خامنه ای نمیدونم و این چیزایی که خب به هر حال نشون دهنده فضای بسیار تا حدودی میشه گفت انقلابی است که اگر پیش بیاد موردش پیش بیاد میگه. خب دانشجو هم که وقتی که اعتراضات میکنه اعتراضش رو باید از چی بکنه؟ اعتراضش از اینکه مثلا خوابگاه ما نداریم، اعتراضش برای اینکه مثلا غذا خرابه، نمیدونم دانشجو میان در سطح دانشگاه مثلا فرض کنین بشقابای خالیشون رو میچینن اعتراض میکنن که مثلا کیفیت غذا خیلی بده، یا مثلا فرض کنین استادمون اینطوره. خب همه جا اینطوری هستش، از یه جای شروع میشه بعد به یک مقوله سیاسی، مهمترین مقوله‌ای که در جامعه وجود داره اونجا ختم میشه. ولی مثلا شما اگه خاطرتون باشه که اصلا شما تو جریان هستید، مثلا در فرق یه ماه گذشته خب جوانان ارومیه یا تبریز به خاطر خشک شدن دریاچه ارومیه در اثر سیاست‌های بسیار غلط و ضد میهنی رژیم اومدن تظاهرات کردن. خب اولش شعار میدن که نمیدونم فرض کنید دریاچه ارومیه بایستی مثلا مسئلهش حل بشه. خب این شعار یه خوده که جلوتر میره به مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر نمیدونم فرض کنید حالا سران رژیم یا احمدی نژاد یا وقت علاوه همچه که خبرش بود دیگه دستگیری و نمیدونم بعدم شکنجه و نمیدونم ممکنه یه موقع بعدش هم ازش اعدام در بیاد و این چیز میداد اینجا میشه. بنابراین طبیعی است که من که میگم آزادی مهمترین و مشکلترین، نبود آزادی مهمترین و مشکل دانشگاهی ها مثل تو جامعه هستش. خب تو جامعه هم همینه، کارگره میاد اعتصاب میکنه برای اینکه 6 ماه حقوق ندن، وقتی که ضرب و جرح میشه، وقتی که میزننش، وقتی میگیرنش، بعد خب این راه میبره به شعار نمیدونم مرگ بر دیکتاتور و شعار واقعی است که در دل تمام ایرانی ها و در تمام کسانی که درد وطن دارن، حالا چه خارج از کشور باشه چه داخل کشور باشه، به اونا راه میبره. خواهشونی به عنوان سال آخر سوال اینه که در شرایط اختناق مطلق و اینکه همدی گفتی در سر هر چیز کوچکی دانشجو رو اخراج میکنن یا به زندانهای طویل المدت محکوم میکنن، چطور دانشجو میتونه به این وظیفه خودش عمل بکنه؟ شما هر کاری در دنیا بخواید بکنید، هر کاری اصلا فرق نمیکنه، هر کاری شما بخواید بکنید یک بهایی باید بشه پردازید. حتی شما میخواید برید نمیدونم خرید بکنید یه پولی باید بپردازید. خب برای دانشجویی که برای آزادی میخواد قیام بکنه